خب تا اینجا فهمیدیم که حالا اصلا ما از کجا شروع کردیم چه تاریخچه بوده چجوری این رسانه ها رشد کردن حالا میخوایم به این بپردازیم که اصلا ما چرا کمپین ایجاد میکنیم هدفمون از کمپین چیه اول از همه باید بدونیم که اصلا مفهوم کمپین بازاریابی چیه و وقتی میگیم کمپین بازاریابی چه فرقی با تبلیغات مثلا داره ببینید کمپین های بازاریابی به یه سری فعالیتی میگن که خیلی سازمانی یافته است برنامه رزی شده است و ما دنبال اینیم که یک هدف خیلی مشخصی رو در واقع بهش برسیم یعنی ما اگر دنبال یک فعالیت‌های روزمره باشیم که هر روزانه داریم انجام میدیم و طبیعتا مثلا دنبال افزایش فروشیم به این نمیتونیم بگیم کمپین بازاریابی کمپین بازاریابی یعنی یعنی اینکه من توی یک بازه زمانی مشخص به دنبال رسیدن به یک هدف مشخص هستم که حالا در ادامه من چند تا ویژگی خیلی مهم رو میگم که متمایز میکنه کمپین رو از شکل های دیگه تبلیغات یه موضوع دیگه که وجود داره ما عموما توی کمپین های تبلیغاتی کمپین های بازاریابی سعی می‌کنیم از رسانه های مختلف حالا چه آفلاین چه آنلاین استفاده بکنیم تا مشتریمون کامیونیکیت بکنیم و استفاده از یک رسانه صرف ممکنه لزوما نشه بهش گفت کمپین بازاریابی مگر اینکه خود اون در واقع رسانه در ابعاد و جهات مختلفی ازش استفاده بشه یعنی چی یعنی مثلا اگه من قرار از اینستاگرام استفاده بکنم فقط به عنوان یک رسانه و فقط توی اینستاگرام کمپین بازاریابی رو ران بکنم وقتی میتونم بهش بگم کمپین که مثلا توی اینستاگرام توی مدیای خودم بذارم پارتنرشیپ بکنم با این شرکت های دیگه وارد در واقع صحبت بشم و با اونها هم کار بکنم ممکنه مثلا از اینفلوئنسر مارکتینگ هم استفاده بکنم یعنی از خود اون رسانه تنها از جه از جنبه های مختلفش استفاده بکنم اون موقع میتونم بهش که دارم کمپین بازاریابی رو ران میکنم طبیعتا همونجوری که گفتم پس ما هر تبلیغی رو که ممکنه ببینیم نمیتونیم بهش بگیم کمپین بازاریابی کمپین وقتی بهش که یک هدف مشخص داره و در یک بازه زمانی مشخصی رو داره انجام میشه چند تا ویژگی به صورت بولت پوینت من اینجا آوردم که شاید ذهنتون رو منسجمتر بکنه که وقتی میگیم کمپین داریم در مورد چی صحبت میکنیم کمپین uh, یک فعالیتیه که خارج از وظایف بازاری به روزمرتون انجام میشه یعنی شما به, طب... به, عنوان یک فردی که توی یک سازمانی دارین کار میکنین حالا به عنوان مدیر بازار یا بی کارشناس بازاری حالا توی سمت های مختلفی که دارین انجام میدین طبیعتا یک سری تسکایی دارین که روزانه دارین انجام میدین یه سری فعالیت ها رو باید روزانه انجام میدین ولی وقتی میگیم کمپین این یه چیزیه که مثلا یه در واقع اینه که شما یه پرانتز باز بکنید توی فرازون بولد بکنید بیارید بالا و بگین من الان توی این بازه میخوام روی این موضوع کار بکنم نکته دومی که وجود داره اینه که یک هدف مشخص داره که در مورد اهداف صحبت میکنیم ممکنه شما بگید من هدفم از این کمپین بازاریابی افزایش فروشه من میخوام روی برند اورننس هم کار بکنم من یه محصول جدید دارم که میخوام اونو معرفی کنم یا اهداف دیگه ای پس یک هدف مشخص داره بحث بعدی که هست اینه که یک بودجه مخ... مشخصی رو شما به این کمپین اختصاص دادین حالا شما ممکنه بگید من این رسانه دارم و از همون رسانه دارم استفاده میکنم و بودجه به من تحمیل نمیشه به هر حال شما اینجا بودجهتون صفره یعنی یک هزینه ای برای این بودجه در واقع این رسانه ها وجود داشته ولی شما حالا به, دل... به هر دلیلی از اونها صرف نظر کردین و بودجهتون صفر در نظر گرفته شده ولی شما باید اون بودجه رو در نظر بگیرید و کانسیدر بکنید ممکنه حالا شما قرار پرداختی فقط براش انجام بدیم. بحث بعدی که وجود داره اینه که شما به دنبال یک نتیجه ای هستید یعنی من وقتی کمپین طراحی میکنم میگم میخوام فروشم افزایش بدم به دنبال اینم که مثلا فروش من در انتهای این کمپین در انتهای این کمپین یک هفتگی ممکنه مثلا 20 درصد افزایش پیدا بکنه 30 درصد افزایش پیدا بکنه یعنی یک نتیجه ای هست که شما دنبال این هستید که به اون نتیجه برسید و حتما کمپین ها تاریخ شروع و پایان دارن یعنی میگین مثلا من کمپین فروش گذاشتم کمپین بلک گذاشتم مثلا برای یک هفته از اول آبان تا آخر آبان مثلا برای از اول آبان تا مثلا هشت آبان یک هفته ای رو در نظر گرفتم و توی اون در واقع تایم دارم این فعالیت رو انجام میدم پس اینها ویژگی هایی هستن که شما میتونید در واقع متمایز بکنید وقتی که در مورد تبلیغات صحبت میکنید نسبت به تبلیغات معمولی که دارید میبینید به این میگیم کمپین بازاریابی که این ویژگی ها رو داشته باشه و بقیه طبیعتاً تبلیغاتی هستن که ما به عنوان فعالیت‌های روزمره ممکنه تو شبکه های اجتماعیمون انجام بدیم و یا توی رسانه های دیگه اهداف اهدافی رو که توی قسمت قبلی گفتم گفتیم ما حتما کمپین هامون هدف محورن حالا اهداف رو عموما به سه دسته تقسیم میکنن میگیم ما کمپین‌هایی رو که داریم یا کمپین‌هایی یعنی هستند که دنبال اینن که آوورنس ایجاد بکنن یا دنبال اینن که در واقع برند آوورنس ایجاد بکنن یعنی برند سازیمون رو تر بکنیم یا کمپین‌هایی یعنی هستن که برای فروشنند یعنی من با هدف فروش دارم این کمپین رو ران میکنم یا کمپین من هدفش اینه که یک محصول جدید یا خدمت جدید رو معرفی بکنه هرچند که معرفی محصول یا خدمت جدید در نهایت قرار فروش منو افزایش بده و در واقع حالا روی برندسازی من کمک بکنه ولی برای اینکه چون عموما یک اینیشیتیو جدیده ممکنه یک لانچ محصول جدید باشه اینو یکم جداتر میکنیم که مشخص تر باشه حالا توی بخش اول همونجوری که گفتم گفتیم یکی از اهدافمون اینه که معرفی یک محصول یا خدمت جدید داشته باشیم ممکنه شما برای اینکه بیان یک محصول جدید رو معرفی بکنین برای خیلی از شرکت ها ممکنه اینو دیده باشین میان اکثری سری در واقع ممکنه هیجان جدید ایجاد بکنن کلا کمپینشون اسم کمپینشون لان چک محصول جدیده مثلا توی سامسونگ اپل ممکنه خیلی دیده باشین کمپین هایی که طراحی میشه برای مثلا محصول مثلا آیفون 13 که مثلا میاد توی بازار تمام ها رو درگیر میکنه شروع میکنه یک سری بیلبورد های جذاب طراحی میکنه و هدفش الان فروش هست. هدفش اینه که بیاد این محصول رو و ویژگی هاش رو معرفی بکنه که این محصول جدید من چه فرقی با محصولات دیگه خودم داره و چه نقاط قوتی نسبت به محصولات رقبا داره پس کمپینش رو میاد حول در واقع معرفی این محصول جدید در نظر میگیره دستی دوم کمپینایی های هستن که برای افزایش فروشن حالا ممکن این افزایش فروش خیلی مستقیم باشه مثل مثالی که زده هم مثل جشواره های فروش که زیاد دین بیل و مثل بلک فرایدی که مثلا ممکنه در سال یک بار باشه ممکنه مثلا کمپین های فروش فصلی باشه آخر فصل کمپین طراحی میکنن که فروششون رو افزایش بدن یا ممکنه کمپین برای افزایش هاشیه سود باشه یعنی چی؟ چه فرقی با افزایش فروش داره فرقش اینه که وقتی ما میگیم حاشیه سود یعنی من قیمتم رو طبیعتاً بردم بالاتر و توی کمپین هم حواسم باید باشه که روی نقاطی تمرکز بکنم که این افزایش قیمت من رو منطقی جلوه بده ممکنه من روی مزیت‌های رقابتی صحبت بکنم اینکه این چرا این محصول مثلا این ممکنه من این فیچر کوچیک بهش اضافه کرده باشم و این فیچر باعث شده باشه که این محصول قیمتش متفاوت شده باشه پس طبیعتاً من باید بتونم از رسانه های خودم استفاده بکنم و کمپینم رو جوری طراحی بکنم و جوری پیاممو به مخاطب منتقل بکنم که به این هدفم بتونم دست پیدا بکنم یه وقت ممکن ممکنه هدف کمپین افزایش سهم بازار باشه که در نهایت منجر به افزایش فروش یعنی افزایش درآمد میشه برای شما حالا این افزایش سهم بازار ممکنه به دو شکل انجام بشه برای شما شما یا میخواین سهم بازار رقیبتون رو کمتر بکنین و سهم بازار خودتون رو افزایش بدین یعنی ممکنه یه کمپین رو ران بکنین که مثلا اگر سهم بازار شما مثلا سی درصد مثلا 6 تا رقیبم توی بازار دارین می‌خواید سهم بازارتون از 30 درصد به 35 درصد برسونید طبیعتاً پس کمپینتون رو باید روی با این هدف طراحی بکنین که من چجوری میتونم مخاط... در واقع مشتریان رقیبم رو جذب بکنم یعنی مهمه که با توجه به هدفتون اون نوع پیامی که قرار منتقل بشه هم راستا و در راستای این کاری که میخواید انجام بدید باشه یه وقت ممکنه افزایش سهم بازار شما گرفتن سهم رقیبتون نباشه مثلا میخواین وارد یک مارکت جدید بشین تا تو الان توی تهران فقط فعالیت میکردین الان میخواین وارد شیراز بشین میخواین وارد اصفهان بشین وارد تبریز بشین پس متناسب با اینکه من قرار چه برنامه رو انجام بدم و این هدفم قرار چه جوری محقق بشه طبیعتا این تاثیر میذاره روی طراحی کمپین شما یه وقت هم ممکنه شما مثلا بخواین سری لید جدید ایجاد بکنید، مثلا سر جدید ایجاد بکنید. حالا این لیدا رو به چه شکلی میشه گفت مثلا ممکنه بخواین شماره تلفن جمع کنید که بعدا اینها رو توی کمپیناتون استفاده بکنید ممکنه بخواین ایمیل مشتری ها رو جمع بکنید شاید خیلی وقتا براتون پیش اومده وقتی که دارید توی با گوشیتون حالا کار میکنید مثلا این سری بازی های جدید میاد بالا که مثلا حالا اگر که میخواین امتیاز بگیرین ممکنه بخواد شماره تلفن از شما بگیره ایمیلتون رو وارد بکنید یعنی هدف اون کمپینی که طراحی شده اینه که از شما ما در واقع یه ایمیل بگیره یا مثلا ممکنه خیلی از جاها هم دیدین که از شما میخوان که شماره مثلا دوستتون رو وارد بکنین یا ایمیلش رو وارد بکنین از طریق این حالا ریفرالی که اتفاق به شما یک پروموشنی مثلا میدن و کمپینشون رو اینجوری پیش میبرن که های بیشتری رو جمع آوری بکنن و یک دیتابیسی در واقع برای خودشون ایجاد بکنن بخش سومی که میخوام در مورد صحبت بکنیم بخشی که در واقع تمرکزش بیشتر روی برندینگ و اورننس روی آگاهی دهی و بحث های برند سازی یه سری کمپین هستن که روی ریپوزیشنینگ کار میکنن و یه سری روی ریبرندینگ این دوتا من فقط تفاوتش رو اینجا میگم ریپوزیشنینگ یعنی جایگاهیابی مجدد من فقط یه نکته‌ای که شاید خیلی پیش میاد اینه که استفاده از اصطلاحات انگلیسی مهمه توی حوزه‌ای که شما دارین کار می‌کنین چون به هر حال حالا من سعی می‌کنم همیشه اصطلاحات فارسیش رو هم بگم ولی اینکه شما بشنوید و بدونید که این اصطلاحات چی هستن کلا خیلی مهمه توی حوزه‌ای که دارین فعالیت می‌کنین یه وقتی من می‌خوام ریپوزیشن کنم یه وقت میخوام ریبرند کنم وقتی میخوام ریبرند کنم بیشتر تمرکزم روی اون بخش های ظاهری کسب و یعنی برندم هست یعنی چی مثلا شما اینستاگرام رو در نظر بگیرین که فکر میگم چند وقت پیش اومد لوگوشو تغییر داد و یک کمپین رو ران کرد برای تغییر لوگوی خود در واقع آیکون اینستاگرام این تبلیغ بهش میگن تبلیغ ریبرندی یا یعنی مثلا ممکنه طرف بیاد آیکونش رو عوض بکنه یا مثلا ممکنه رنگ در واقع اون لوگوش رو یعنی اون ویژگی هایی که عموما ظاهری هستن و تغییر میکنن ما این رو بهش میگیم ریبرندینگ ولی وقتی ریپوزیشنینگ رو میخوایم انجام بدیم و هدف کمپینمون ریپوزیشنینگه ما بیشتر روی ویژگی های درونی کسب و کارمون کار میکنیم مثلا یه مثال خوب بخوام بزنم شرکت بری بری رو اکثرا میشناسین که حالا توی حوزه مد و پوشاک کار میکنه یه دوره ای افرادی که از لباساش استفاده میکردن و بیشتر میپوشیدن افرادی بودن که آدمای خیلی سطح بالایی شاد نبودن بهشون میگفتن گنگ مثلا این آدما مثلا به عنوان شال گردن استفاده میکردن از این برند و تصمیم گرفتن که بیان و خودشون رو ریپوزیشن بکنن چیکار کنن بیان از یک سری سلبریتی استفاده بکنن و برند خودشون رو از اون جایگاهی که حالا شاد به نظر خودشون اومده بود پایین دوباره ارتقا بدن و به عنوان یک برند لوکس دوباره این رو معرفی بکنن که حالا اومدن از یک سری سلبریتی استفاده کردن و برندشون رو توی ذهن مشتری جایگاهش عوض کردن یعنی اگر قبلا یه مشتری ممکنه آدمای یک دسته یک سگمنت خاصی استفاده میکردن اینا دوست داشتن سگمنت مشتریشون رو عوض بکنن پس طبیعتا ما به اینجا میگیم در واقع کمپینمون هدفش ریپوزیشنینگ نه ریبراندینگ یه وقتی ممکنه در واقع هدف این باشه که من یک رویدادی رو میخوام در واقع ران بکنم برای شرکتم یک اتفاق قرار بیفته و کمپین هدف اینه که ما بتونیم این اطلاع رسانی رو به صورت گسترده توی اون جامعه هدف خودمون انجام بدیم و طبیعتا ممکنه هدف من یک تبلیغ یک رویدادی هست که حالا قرار در آینده اتفاق بیفته. یه وقتایی هم که خیلی زیاد ما میبینیم اینه که اصلا اورنسمون نسبت برندمون افزایش بدیم یعنی من فعالیت رو انجام میدم ولی خیلی هنوز نمیدونن من کیم اصلا من چه محصولی دارم دارم چه خدمتی ارائه میدم فرق من با بقیه چیه پس میام کمپینم رو با هدف افزایش آگاهی از برندم انجام میدم ممکنه سری کمپین ها هم با افزایش رضایت مشتری باشه یعنی چی یعنی من اومدم کمپینمو به شکلی طراحی کردم که مشتریانم و اولین اینکه از خدمات خودم راضی نگه دارم دوم اینکه اون مشتریایی که راضی تر هستن رو بتونم شناسایی بکنم مثلا ممکنه شما توی گوگل پلی امتیاز مثلا اپتون اومده باشه پایین پس من الان میرم کمپین طراحی میکنم که بتونم این افزایش بدونم مثلا مشکلات مشتریام چی بوده اون مشکلاتشون رو رفع بکنم و حالا مشتریانی رو که در واقع راضی هستن هدایت بکنم که بتونم امتیاز مثلا استورم رو افزایش بدم یعنی ممکنه هدف و نتیجه مطلوب برای من این باشه که امتیاز استورم افزایش پیدا بکنه یه وقتی هم ممکنه من هدفم اینه که تعاملم رو توی رسانه های اجتماعی با مخاطبانم افزایش بدم به چه شکلی ممکنه این کار انجام بدم کمپین های زیادی رو طبیعتاً خودتونم باش برخورد کردین که به صورت مثلا ممکنه یو باشه یوزر Generated کانتنت باشه که از مخاطب میخواد که درگیر بشه بیاد مثلا رو شیر بکنه یا یک مطلبی رو به اشتراک بذاره یا از دوستاش دعوت بکنه یعنی هدفش اینه که تعاملش رو به مشتری بیشتر بکنه که طبیعتاً ممکنه منجر به افزایش نرخ وفاداری در واقع مشتری بشه تا اینجا ما الان یک اهداف رو به صورت کلی مرور کردیم یه نکته که وجود داره و باید در نظر داشته باشه اینه که علم, نمیشه گفت حوزه بازاریابی حوزه که خیلی دانش سخت نیست hard هارد sciences نیست مثل مثلا ریاضیات نیست مثل فیزیک پارادایم بیس نیست ممکنه هر کسی که در واقع حالا مطالعات مختلفی داره چون از حوزه های مختلفی قرض میگیره دانش خودش رو ممکنه که ادبیات متفاوت رو به شما ارائه بده ولی ما داریم اینجا سعی میکنیم که حالا با توجه به اون چیزهایی که شاید در واقع توافق بیشتری روش هست مطالبی رو با هم دیگه به جنبندی برسیم که دوره برای شما قابل فهمتر باشه تا الان اهداف رو به صورت کلی فهمیدیم ممکنه شما اگه خودتون سرچ بکنین یا حالا شکل های مختلف دیگه ای رو هم نگاه بکنین اهداف دیگه ای هم باشه ولی مواردی رو که ما اینجا گفتیم مواردی یعنی هستند که خیلی پررنگترن و اکثرا روی اینها تمرکز میکنن در ادامه حالا باید برسیم به اینجا که ما قراره اصلا چجوری این مدل رو اصلا این کمپینی که خوایم حالا با یکی از این اهدافی که اینجا گفتیم حالا ما چجوری میخوایم این کمپین رو پیاده سازی بکنیم برچه چه باید این کار رو انجام بدیم